با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا و با تشکر از جناب فرزاد در اتاق فرمان که برنامه رو اداره می کنند و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا در شهر زیبای تورنتو مقدمتا من عرض تسلیت دارم خدمت خانواده محسا امینی دختر جوانی که برای چند تار مو در حالی که سفر کرده بود با خانواده محترمشون اسیر یک مرگ ناگهانی شد که به وسیله حالا اسمش گردش گشت ارشاد به نظر من گشت ارعاب شاید باشه و این ارعاب تا اونجا و زدخور تا اونجایی پیش رفت که منجر به کشته شدن این دختر جوان ایرانی ما در حقیقت قبل از اینکه کردستانی باشه ولی خب همه مردم کردستان و همه مردم ایران تا امروز به پشتیبانی از این بانوی زیبا و بانوی اینسنت و در حقیقت بیگناه برآمدند حتی کشورهای خارجی مطبوعات بین و مللی ها چهره های ورزشی چهره های روشنفکری استادان دانشگاه و حتی ستارای سینمای داخلی و خارجی همه به این نهضت پیوستند و مهمش این است که بعد از اینکه مردم قوی و نیرومند ایران به خیابان ها ریختند و تا اونجایی که همین امروز خبر داریم در 250 نقطه کشور تظاهرات هست و جوان های به قول خودشون دهه هشتادی اون وسط هستند و ظاهرا قصد دارند این برنامه رو ادامه بدن و بسیاری از کنشگران و پالیتیشن ها، سیاست مداران، رؤسای احزاب داخل و خارج از کشور اعلام کردن که ما برای یک مثلا برکنار کردن گشت ارشاد و امثالهم هم نیامدیم این عقده است که باز شکافته از چهر سال جنایت اختلاس دزدی ناکارآمدی و برباد رفتن همه همه هستی ایرانی ها از محیط زیست گرفته تا نفت و گاز و تمام ثروت ایران که هزینه نیروهای در حقیقت نیابتی یک رژیم با ایدئولوژی برای نه منافع ملی بلکه برای پیشرفت ایدئولوژی و نگهداری نظام سرکوبگر امروز صحبت نمی کنم. بیش از این امروز در خدمت یکی از اساتید محترم تورنتو که وزیر سابق دانشگاه ها و در حقیقت پالیتیشن یا سیاسی ترین چهره ایرانی ها و کانادایی ها در دولت کانادا و همچنین در جامعه ایرانی هستند آقای دکتر رضا مریدی رو معرفی میکنم خدمتون گرچه ایشون هیچ وقت نیازی به معرفی ندارن و بسیار خوشحال هستم که آی دکتر مریدی تشریف آوردید در این برنامه که میدونم شما به دلیل زیغ وقت و همچنین همکاری شما بر پشتیبانی از ملت ایران در همه صحنه ها وقت نداشتید چند و بسیار خوشحالیم که در خدمتون هستیم خیلی متشکرم جناب دکتر اسدپور از دعوتی که از من به اول آوردید روز در این برنامه در خدمت شما و همینطور بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان کانادا باشم ایام بسیار سختی هست برای هموطنان عزیز ما در زادگاهمون ایران و همینطور هفتش میلیون ایرانی که در خارج از ایران ماها زندگی میکنیم برای همه ماها ایام بسیار دشواری هست ولی در این حال این ایام ایامی است ایام که به اصطلاح نشان دهنده یک امیدی هست که بعد از 43 سال ملت ایران کم کم در جهتی گام بر میدارن که بتونن به آزادی و دموکراسی در کشورشون برسن در کشورمون برسن و از شر این رژیم جنایتکار و خونخوار اسلامی که 43 سال از خون ملت ایران رو به شیشه کشیده نجات پیدا بکنن و به این امید ما هم همون هستیم بسیار ممنونم آقای دکتر سوال خیلی ساده این است که اولا چی شد چون از این اتفاقات قبلا افتاده در مورد زهرا بنی یعقوب ستار حسینی و شاید ده ها نفر که اسمشون ما نداریم اینجا و همین گرد گشت ارشاد یا سایر نیروهای سرکوبگر از این کارها کردن و شاید در آینده باید پاسخگو باشن ولی چطور شد که این بار به این شکل تظاهرات باز شد در خیابان ها و تا بعد سالات بندل این است که تفاوت این ریوت و این تظاهراتی که اتفاق افتاد نسبت به گذشته در چیست چه اخشاری چند لایه از اخشار الان اخشار مردم ایران در جریان هستند و بعد سوالات بعد دیگه سوال زیاد است که در خدمتتون هستیم این ویژگی این مسئله و وجود زنها یا زن زندگی و آزادی و اینکه شعار اصلی شده نسبت به مسائل گذشته و اینکه که مسائلی که خب تو کردستان فرض کنید یه نفر کرد اتفاق افتاد در تهران ولی به نظرم شاید این جز اصطلاح مسائلی که خود شما نظر داشته باشید که چطور شد تبریز اولین استانی بود که به کمک کردستان شتافت و ارزم به حضور شما که جمع دکتر اصد ملت ایران در طول این 43 سال تقویم یا رزومه رژیم جمهوری اسلامی همش کشتار بوده و این کشتار از همان روزهای اول بعد از اینکه این حکومت قدرت رو به دست گرفت از پشت بام محل سکونت آقای خمینی در مدرسه علوی شروع شد اعدام ها و بعدم خب ما اعدام های دهه 80 دهه خارجیش میشه 1988 زندانیان سیاسی قبل از اون قتله های ای و همینطور قتله های متعددی بوده و در فاصله بین اینها مرتب اینا آدم کشی کردن در زندانه ها و در جاهای دیگر مملکت بنابراین ملت دیگه آسی شدن از دست این حکومت ملت زدن به سیم آخر واقعا ملت دیگه چاره ای ندارن جز اینکه یک حرکت دست جمعی انجام بدن قتلی که اینا اخیرا صورت دادن و جینا امینی رو به قتل رسوندن به صورت کاملا ناجب مردانه این باعث شد که ملت ایران واقعا مثل این که یک کبریتی رو در یک انبار باروش که در انبار بنزین شما بندازید یک همچین اتفاقی بود و یک همچین حادثه پیش اومد که مردم ریختن به خیابون و این هنوزم ادامه داره و, و, این کار تا جایی که این حکومت سقوط بکنه من مطمئنم که مردم ایران به حرکت خودشون جنبش خودشون ادامه خواهند داد و جامعه جهانی هم وقتی میبینن که ملت ایران به پا خواستند بعد از 43 سال دیگه به قول معروف کار جسیده به استخوانشون بنابراین جامعه جهانی هم دارن انکار نشون میدن ما دیدیم که دیروز دولت کانادا اعلان کرد که گشت ارشاب یا ارشاد یا ارشاد به قولشون گشت ارعاب اینا رو تحریم کردن تعدادی از زعمای رژیم رو تحریم کردن کشور آلمان سفیر ایران رو خواست و ایرانیان در همه جای دنیا که هستن دارن اعتراضات تظاهرات بسیار بسیار مفصلی رو برگزار میکنن در همین شهر تورنتو در ونکوور در مونتریال در شهرهای گوناگون دنیا و خوشبختانه امروز چون ایرانیان 7 میلیون در اقصا نقاط دنیا پخش هستن در هر جایی که هستن حتی در جزیره کشور جزیره ایسلندم که کشور بسیار کوچکی است و ایرانیان اونجا ساکنن اونجا هم تظاهرات رو انداختن بنابراین حرکات ادامه داره آقای دکتر <applause> یک مسئله که میدونید که اون مثال معروف که میگن اختلاف بیانداز حکومت کن همیشه این مسئله رو جمهوری اسلامی موفق توش بوده که سنی، شیعه، کرد، ترک، فارس نمیدونم این اقوام مختلف ایرانی رو <applause> به جون هم بندازه و اعلام کنه که اینا تجزی طلب هستن یا فلانن و این بار این حربه از دست جمهوری اسلامی گرفته شد با هوشیاری به نظرم پالیتیشن ها سیاست مداران و خود مردم آگاه و جوان که اون کوله باری رو که ما همیشه همراه خودمون داریم و خام این ترفندهای جمهوری اسلامی می شدیم این دفعه نشد و شما این همبستگی مثلا خب نگاه بکنید ما در خوزستان اون ساختمانی که فرو ریخت خوزستانی ها تنها موندن یا فرض کنید کشاورزان اصفهان آمدن برای آب در اصفهان یکی دو ماه بیرون بودن ولی کسی دنبال نبود خود معلمین جنبش سنفی معلمان بودن که خیلیشون دستگیر کردن یا قبلا دانشگاه ها البته الان خوشبختانه بعد از چندین سال دانشگاه ها به میدان آمدن ولی این بار راز یگانگی به نظر من ایرانی ها یعنی این, این جنبش این است که اون اختلافات رو کنار گذاشتن و سر یک مسئله براندازی این رژیمی که نه کرد رو قبول داره نه فارس رو قبول داره و نه تنها کسی که قبول داره خودش و اختلاسگراش و کسانی که بودجه این مملکت صرف اونا میکنه که بعد در مواقع لازم هم بیان و سرکوب کنن مردم این راز موفقیت رو شما چطور ببینید و چطور فکر میکنید که ادامه پیدا بکنه و دولت موفق نشه دولت که هر منظورم جمهور اسلامی باز اختلاف بندازه و این مسائل مطرح بکنه جمع دکتر اسدپور الان خوشبختانه ملت ایران آگاه شدن در از این 43 سال ملت ایران بسیار سیاسی شدن یا به تعبیر دیگر در امور سیاسی بسیار فعال شدن همه مردم ایران از همه اقشار از همه طبقات از همه گروه های اجتماعی از همه گروه های به ایران از هر نقطه ایران که باشن از شرق تا غرب از شمال تا جنوب همه سیاسی شدن به عبارت دیگر همهشون در آینده وطن خودشون ایران خودشون رو سهم میدونن و علاقمندم ببینن که چه میگذره در مملکت و این رژیم هم اونقدر جنایت کرده در ایران از جنایت قتل و کشتار و نمیدونم اشایف اشایف انواع و اقسام فحشا و از طرف دیگر دزدی ها اختلاس ها خلاصه هیچ حرکت بدی نیست که پ... نمیتونه شما پیدا بکنه و به این حکومت به این حکومتی ها نسبت ندین بگین که این کارها از دست اینا بر نمیاد هر کار زشتی که به فکر انسان میرسه از عوامل این حکومت از بالا پایینشون مرتکب شدن بنابراین ملت اینها رو دیدن ملت اینها رو فهمیدن همه ای مردم ایران بنابراین الان دیدن که فرصتی پیش اومد در واقع یک نوع میشه گفت که یک رزونانسی به وجود اومد در جامعه ایرانی به نظر من که این رزونانس داره اثر خودش یه تشدیدی به وجود اومد که این حرکات همه هم دیگر رو تشدید کردن و امروز ما میبینیم که همه برخواستن و همونطور که اشاره کردید تفاوت‌های تباری تفاوت های عقیدتی تفاوت های مذهبی رو همه کنار گذاشتن همه ایرانی هستن در هر جایی که ایران هن. چه در کردستان چه در احواز، چه در بلوچستان چه در آذربایجان گیلان بختیاری قشقایی ترکمن همه همه خودشون ایرانی میدونن همه شهروند ایران هستن همه در طول تاریخ قرنها و قرنها با همدیگر زندگی کردن بنابراین این اختلافاتی که شما بهش اشاره کردید حکومت در طول این سالیان سال سعی کرد که اختلاف بین سنی را بندازه سعی کرد اختلاف بین کرد و ترک را بندازه به خصوص در غرب آذربایجان و اختلافات دیگر بین بین فارس و عرب که بیان بگم ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم بعد این های احمقانه که اوز بخوام بعضی ها به زبون میارن که بعضی از اینام خیلی از اینام از عوامل رژیم هستن اینها ملت دفع کردن اینجور تفکرات ایران ملت دفع کردن ملت ایران الان میدونن که همه مردم ایران اون 85 میلیون ایرانی که در ایران زندگی می‌کنن و 7 میلیون ماهایی که دور از وطن زندگی میکنیم همه اون ایرانی هستیم و همه صاحب اون مملکتیم و همه دلمون برای اون ایران میسوزه و همه من اجدادمون قرنها و قرنها با همدیگر در کنار همدیگر زندگی کردن تاریخ مشترک فرهنگ مشترک همه نوروز جشن گرفتیم همه اون به در جشن گرفتیم همه اون چهارشنبه سوری جشن گرفتیم و این مشترکات فرهنگی و تاریخی بین ما ایرانیان اونقدر قوی هست که به هیچ وجه هیچ قدرت مثلا شیطانی مثل این شیطانی که در حکومت در رست حکومت از در ایران نمیتونه این ملت رو از همدیگر جدا بکنه بنابراین در این حرکت اخیرم ما میبینیم که شهریار من در تبریز اون شعار معروفشون رو دادن که گفتن که آذربایجان اویاخت کردستان ها دایاخته میرین منظورش این هست که آذربایجان بیداره به کردستان پشت پناه کردستانه و خب این شعارها هست دیگه ایران مردم برس کردم قرنها با هم زندگی کردن و وقتی میبینن که یک هموطن ما جینا دختر کردستان فرزند ایران میاد در تهران برای دیدار خانواده یا برای کار اداری هر چیزی که داشته به دست این جلادا میفته و این جلاد بزرگ با مشت میکوبه به سر این دختر نازنین و او رو میکشه و بعد هیچ کدوم در ایران از خامنه ای تا پایین هیچ احدی نمیاد بگه مسئولیت قبول بکنه ده. آخه این چه مملکتی زای آقای خامنه ای شما به وجود آوردی چه رهبری هستی تو هستی اون بالا نشستی آخه زیر چشم تو زیر مدیریت تو دارن همینطور مردم رو میکشن دارن میلیاردها پول مملکت رو میدوزن شما هم نشستی اون بالا فقط فکر میکنه که مثلا در این مملکت اعلی پادشاهی، پادشاه امامی ولی فقیه هستی آخه یک کمی مسئولیت بپذیر درست قانون همه چیز را به شما داده ولی آخه انسانیت کجا رفته ملت تا کی میتونن تحمل بکنن ملت تا کی میتونن صبر بکنن عواملش شما میاد مردم رو میکشن شما یک کلمه نمی... حرفی نمیزنید حالا خوبه که این دفعه نگفت که برین آتش به اختیار بریم مردم رو بکشید البته این فرمان آتش به اختیار هم قبلا داده تا کی تا کی یک حکومت میتونه ملت رو این اینجوری ظلم بکنه ملت رو بکشه و این ملت تا کی میتونن تحمل بکنن ما واقعا به یک مرحله رسیده ایران که جامعه از درون منفجر شده و ما این انفجار رو الان میبینیم این انفجار رو میبینیم و این انفجار آخر سر پای خود اینا رو خواهد گرفته آقای دکتر یک مسئله این است که این بار ما شاهد چون خب اخشار مختلف ایران جامعه ایرانی هم در همه جا خب وابستگی های مختلفی دارند یعنی یه عده دنبال موسیقی هستن یه عده دنبال پجوهش های علمی هستن یه عده در دانشگاه ها هستن یه عده اهل ورزش و ورزشکار هستن و شما ببینید که در این این نقشی که ایرانی ها داشتن حالا میتونم بگم امثال مثلا خانم مسیح علی نجات که با توجه به آشنایی با مقامات آمریکایی یا خارجی که داشت با ایمیل های متعددی که فرستاد برای همه اونها بعد دو سه روز جواب نمیدادن و اون آمد اعلام کرد یا خانم نازنین بنیادی یا خیلی هایی که شما بهتر از من میدانید و حتی رسید به هنرپیش های خارجی یا همین خانم کارداشیان که امروز با چند میلیون فالوور در ست و استوری گذاشت روی اینستاگرام و این فالوورهای های میلیونی اینا و برزش توی این کنسرت ها توی دانشگاه ها اساتیدی که اصلا خود سلبریتی های ایرانی و اساتید ایرانی آقای نادری پیروز نادری خودش از همه خاص از همه اساتید خواست که همه این کار رو بکنن و این پیام مظلومیت یا در حیل نمیشون که مظلومیت چون نهان باید کف خیابان هستن خیلی هم دلیل هستن ولی نهایتا حق به جانب این مردمی که محروم و چهل سال در این داستان بودن رو به به اطلاع جهانیان برسونن شما چه فکر میکنید که این پیام الان رسیده شده یعنی تمام رهبران دنیا از جمله خب کانادا که خود جناب هم نقش خیلی عمده داشتید در اطلاع رسانی به مقامات کانادایی ارزم حضورتون یا در آمریکا دیگران هستن یا در جاهای دیگه چقدر فکر میکنی این کار باید ادامه پیدا بکنه و ماها کسانی که آشنا هستن راهی دارن ایمیلی آدرسی دارن یا ایونتی هست که باید شرکت بکنن فکر میکنید چقدر این نقش مهم هست و ما باید ادامه بدیم در رسوا کردن این رژیم سرکوبگر من فکر میکنم جناب دکتر اسدپور یکی از وظایف عمده ما ایرانیان خارج از کشور که نیروی بسیار بزرگی هم هستیم هم از نقطه نظر تعداد 7 میلیون نفر هستیم هم از نقطه نظر امکانات بسیار امکانات ما وسیع الان هموطن ایرانی کرتبار ما در نروژ رئیس مجلس هست در همین کانادا چهار نفر از هموطنان ما در نماینده پارلمان هستند در امریکا همینطور در آلمان در سوئد در کشورهای گوناگون در در بلژیک و هم در در بود سیاسی هم در بود اقتصادی هم در بود فرهنگی و در ابعاد گوناگون اجتماعی ایرانیان مقیم خارج از کشور 7 میلیون نفر امکانات بسیار بسیاری دارند هم از نقطه نظر تعداد که خب تعدادمون زیاده و هم از نقطه نظر امکاناتی که داریم و این کشورها هم خب همه کشورهای دموکراتیکی هستند کشورهای دموکراسی هستند بنابراین سیاستمداران در این کشورها چشمشون و گوششون به مردمه ببینم مردم چی میگن چی میخوان و چه میگذره در جامعه بنابراین وقتی ایرانیان یک حرکتی انجام میدن نامه می تظاهراتی برغ... برگزار میکنن طبیعتا مورد توجه سیاستمداران کشور سکونتشون قرار میگیره و اونها هم عکس عملشون رو مناسب با اون حرکات ایرانیان تنظیم میکنن اگر ما سکوت بکنیم کشورهای خارجی هم سکوت خواهند کرد اگر ما شروع کنیم به حرکت کردن که کردیم در این مورد در موارد قبلی هم حرکت کردیم بنابراین میبینیم که کشورهای دولت هایی که ما در اون کشورها ساکن هستیم اونها هم به یاری ملت ایران اومدن نمونه هاش در گذشته ما داشتیم چه در, در همین شهر تورنتو خود شما یکی از فعالین سیاسی هستید و در خیلی از برنامه هم شرکت داشتید جز برگزار کننده ها میبینید که چقدر با تونستیم سیاست مداران کانادایی رو تحت نفوذ قرار بدیم همین اعلامیه که دیروز آقای نخست وزیر کانادا ترودو اعلام کردن که گشت ارشاد رو جز گروه به اصطلاح تحریم قرار دادن و تعداد زیادی از زعمای رژیم این در واقع نتیجه همین حرکات است که ایرانیان در شهرهای گوناگون کانادا انجام دادند بنابراین باید ایرانیان هر جا که هستند در تظاهرات این روزها شرکت بکنن بسیار کار لازم و واجبی هست و خودشون سهمی داشته باشن در این رساندن صدای مردم ایران به گوش جهانیان این مهمترین کاری است که ما میتونیم انجام بدیم و هموطنان ما هم در داخل ایران دلگرم به این هستند که هموطن‌هاش در خارج صدای اونها رو به گوش جهانیان میرسونن خب آقای دکتر من سالهای تکراری جلسات دیگه یعنی سالها پیش ایرانی ها همیشه می گفتن که خب این جنبش رهبر نداره یعنی همیشه هر جنبشی نیاز به رهبری داره و در حقیقت اپوزیسیان خارج از کشور داخل کشور یه باشن که هستن خب خیلی دستگیر میکنن الان هم خیلی در زندان هستن که البته نقش عمده رو اونها دارن اما همیشه میگفتن در خارج از کشور شما میخواید چکار کنید و این بار این منتظر پیام از خارج کشور نموندن و الان کف خیابون هستن ولی همینطور که ما داریم میریم جلو که خب ممکنه به صلاح از ریزش نیروهای دولتی افزایش پیدا میکنه بعد خود این مرحله دوم اعتصابات عمومی گروه های سنفی و بازار و غیر و غیر و غیر خواهد بود و دانشگاه ها و اینا که الان تقریبا شروع شده شما نقشی که الان مثلا در خارج از کشور اپوزیسیان باید دیگه الان دور هم باشن و نقشه راهی رو فراهم بکنن چی فکر میکنید؟ خب این سوال مهم است. سوال بسیار بسیار مهم است. <applause> و همیشه مطرح هم بوده در طول این سالیان سال و خب متاسفانه اپوزیسیون ایرانی در طول این سالیان سال نتونستن دور هم جمع بشن خیلی هاشون بعضی هاشون خب با هم اتحادی برقرار کردن ولی اکثریتشون نتونستن دور هم جمع بشن و جای تاسفه برای اینکه الان یعنی نه تنها الان بلکه در طول این 43 سال اپوزیسیون به جای اینکه با هم همکاری بکنن همراهی بکنن و اختلافات و به اصطلاح مبارزه سیاسی با همدیگر رو باید واگذار کنن به روزی که برگردن ایران و در ایران یک اساس دموکراتیکی برقرار بشه و انتخاباتی بخواد صورت بگیره بله اون موقع باید بیان میدان و مبارزه کنن با رقباشون ولی در شرایط فعلی در واقع اینا رقیب نیستن ما اصلا به هیچ وجه معنای رقیب رو نمیشه برش گذاشت بنابراین باید یه مقداری بیشتر توجه بکنم به خصوص الان شرایط بسیار حساسه و همه با دور هم جمع بشن و روی یک هدف خیلی به خصوص و مشخص و روشن و اون براندازی رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی و استقرار مدنیت استقرار حکومت قانون استقرار دموکراسی استقرار سکولاریسم در ایران این در واقع هدف همه باید باشه در این چارچوب هست که همه اعضای اپوزیسیون چه چپ چه راست میتونن اظهار وجود بکنن اگر این اساس پیاده بشه این اساس پیاده بشه همه میتونن در اون اساس بر مبنای اون اساس میتونن با هم دیاره. اولا میتونن وجود داشته باشن دوم اینکه تو قانون ازشون حمایت خواهد کرد دومی که میتونن با همدیگر رقابت بکنن اون موقع است که باید خودشون آماده کنن برای رقابت الان موقع رقابت نیست بلکه الان موقع همراهی و همدلی هست و این توصیه است که من به همه می کنم و امیدوارم که چشم ها و گوشها ها باز باشه و در این شرایط حداقل در ندا و پاسخ به ملت ایران که در خیابون ها دارن جانش رو به کفش گذاشتن این گروه ها دور هم جمع بشن و برای آینده ایران فکری بکنن و ما امیدواریم که خود جنابالی هم که با این گروه های اپوزیسیون ارتباط دارید و نهایتا اونا برای شما احترام زیادی قائلن به دلیل تخصص و علمی بودنتون و همتون همچنین فعالات های سیاسی امیدوارم که این توصیه ها بونه ها هم بفرمایید در محافل خصوصی که بلکه برای نجات کشور پیش قدم بشن و الان که مردم تو خیابون هستن بهترین زمانی است که اینها هم برنامه تهیه کنن یا کمک هایی بشه تهیه کرد در خیلی جاها میدونم کمیته های تشکیل شده به خصوص برای این جمهوری خواهان که میدونم یک کمیته تشکیل دادن ولی حتما گروه های دیگه دادن اگر بتونید این توصیه هم به دیگران که در تماس هستید بفرمایید که تا دیر نشده اونا هم برنامه هایی رو ارائه بدن بلکه این مردم بدون پشتیبان نباشن خب جناب فرزاد در اتاق فرمان اگر یک کلیپی از این روزها برای ما بذارید ما دیگه به آقای دکتر مریدی رو به سختی گیر آوردیم ایشون در خیلی جاها وقت وقت نداشتن تشریف کار داشتن و بایستی تشکر بکنیم از جناب دکتر مریدی گرامی که به ما وقت دادن البته همیشه آقای دکتر اولویتشون مردم ایران هستن و بوده و خیلی متفاوتن با سایر نمایندگان در حقیقت ایرانی یا غیر ایرانی که در گاورمنت ها و پارلمان های دنیا هستن خیلی خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر تشریف و امیدواریم که الان دیگه شروع کار هست در جلسات بعد هم خدمت شما برسیم در خدمت خواهم بود و خیلی ممنون و متشکرم از دعوتتون به امید آزادی ایران بلده. بر سر ما سایه اهریمن است هستی ما زیر پای دشمن است در مزار آباد ما آهسته رو کندرین مرداب خون تا دامن است سر بالایان به خاک افتاده اند این که بالا می نماید شیون است از جوانان یوسفی بر جا نماند آنچه بینی غرق خون پیراهن است نه سریا نه منیجه شب سیاه سر به سر این ملک چاه بیژن است سالها رفت ت است و وحشت برقرار همچنان تکرار تیر و بهمن است در افقها چهره ای می ماه رخساری که پشت توسن است گیسوان افشانده بر تاراج باد تیغ در کف راست چون رو این تن است من ز مردان ناامیدم بیگمان گمان کاوه آینده ایران زن است زن که این آزرد جانان قرن هاست طوق خون آلودشان بر است آه این مهرافرینان سالهاست سال هاست روحشان در محبسی بی زن است پای دیوار اسارت بست نای رخت تاریک عزاشان برتن است صبرشان روزی به پایان میرسد پیش من این نکته روز روشن است گرچه اینک نام این نازک دلان لاله و نسرین و ناز و سوسن است باش تا گردا فریدی برجهد تا ببینی زن نه آتش آهن است ناخون رنگین او مشت درشت اطلس زرتارش آنک جوشن است دست در شمشیر آرد ناگذیر آنکه دستش خونچکان از سوزن است بکسلت زنجیرها تا بنگری تیغ این شو رفتنان شی رفتن در افخه چشم دارم هر زفر. تا چه زاید شب آبستان است من ز مردان ناامیدم بیگمان کاوه آینده ایران زن است خب با تشکر از جناب دکتر رضا مریدی که تشریف داشتن در نیمه برنامه امروز ما و همچنین با تشکر از فرزاد جان که یک لینک بسیار زیبایی از فریدون مشیری و صدای آقای فرهندوز که واقعا انسان وقتی گوش میده همین است که در خیابانهای تهران داره انجام میشه گرچه زنان ما بانوان ما از درست روز بعد از انقلاب یا بعد میشه گفت بعد از شورش پنجا و هفت در خیابانها ظاهر شدند و همان روزهای اول هم با حملات اوباش نظام روبرو شدند ماشیناشون رو پنچر کردن بهشون حمله کردند درست در پشت نخست وزیری در تهران بنابراین خانم ها از همون ساعات اول میدانستند که این نظام جمهوری اسلامی نه جمهوری است و نه اسلامی است و نه آزادی دارد و نه استقلال اونها بهتر از مردان و روشنفکران ما میدانستند گرچه زنان روشنفکر هم و نویسنده و غیره هم در بین آنها همیشه بوده و الان هم هست ولی اون روشنفکران گروه چپ بیشتر که نمیفهمیدند آنچه این بانوان ما میگفتند میگفتند حالا اگر آزادی بیاد و موفقیت و کامرانی و شادکامی برای کشور موفقیت دستگاه های صنعتی و غیره و غیره و جایگاه ایران در بین کشورهای جهان نامی درخشانتر پیدا کند سری مسئله ای نیست ولی آنها میدانستند که این روسری نشانه ظلمت و نشانه تاریکی و در بونبست بودن زنان و مردان آزاده ایران خواهد بود و آنچنان که شد اما این که چرا در چنین موقعیتی این جنبش به این گستردگی ادامه پیدا کرده است به نظر من ضمن این که در نیمه اول آقای دکتر مریدی هم اشاره کردند یکی این است که شعار تظاهر کنندگان و کنشگران سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و غیرون که در کف خیابان هستند زن آزادی و زندگی است. زن زندگی آزادی است اگر شما این رو به هر زبانی ترجمه کنید خود مسئله بانوان و زنان که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند که شما می بینید روز به روز شاهد موفقیت مدیران زن پژوهشگران زن دانشگاه ها که پر از از پژوهندگان زن هستند هستیم و روز به روز هم بیشتر است در خود ایران 60 درصد قبولی دانشگاه ها خانم ها هستند که امسال میخواستن یا امسال یا سال گذشته که سهمیه, سهمیه بندی کنند و اجازه ندند خانم هایی که با رتبه بالا وارد کنکور و وارد دانشگاه شدند رو نذارن که بیان تو که این خلاف انسانیت بود البته و نمیدانم تا چه اندازه هم موفق شدند ولی همین خانم هایی که 60 درصد فارو تحصیلان کشور رو تشکیل میدادند و میدهند 60 درصد بیکارند آمار خودشون حدود 39 درصد آمار مرکز آمار ایران هست که خانم کار خانم های تحصیل کرده لیسانس به بالا بیکارن در حالی که این رقم برای آقایون 29 درصد هست و این تضاد آشکار رو شما میبینید حالا غیر از این هم ناکارآمدی دولت در تمام صحنه ها در تمام صحنه ها باعث شد که بگویند نه حجاب مسئله ای بود و خواهد بود و آزادی پوشش یکی از مهمترین اصول آزادی انسان است و این کار که انجام نشد شما دیدید که در تمام صحنه های فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی باز هم ناکارآمد شدن چرا زمانی که شما دور خودت یه حاله میکشی و اول تعداد زیادی از دانشمندان رو از دانشگاه ها فراری میدید تحت عنوان انقلاب فرهنگی دانشگاه ها رو میبندید هزاران هزار از پژوهشگران و اساتید دانشگاه به خارج از کشور رفتند بزرگترین مهاجرت ایرانیان فریخته به خارج از کشور بعد از شورش پنجا و هفت بود و اون زمان در اندک زمانی حالا غیر از اینکه در مسئله ارتش و نظام دفاعی ایران بسیاری از فرماندهان ناب ایران که شاید در ارتش های دیگر جهان کمیاب بودند را بدار آویختند بنابراین کشوری ماند دست یک عدهای به نام سپاه که هیچ نوع تجربه ای نداشتند و در جنگ ایران و عراق که آن هم از باعثش خود جمهوری اسلامی در تحریک صدام حسین و کشورهای منطقه بود آنچنان که آیت الله منتظری گفت باعث این جنگ شد و با نیروی یعنی ان... انسانی یعنی با موجی از انسان ها که روی مین می رفتند و منفجر می شدند توانستند با خسارات سنگین چند میلیونی از کشته و زخمی کشور را تقریبا به حال قبلش درآورند در حالی که آن موقع می گفتند راه قدس از کربلاست نه ما به قدس رسیدیم و نه به کربلا چون الان میبینید که مردم عراق بسیار با ایرانی ها دشمنند بسیار از نفوذ جمهوری اسلامی در عراق ناراحتند تمام بودجه ای که سالها برای کشور عراق هزینه شد به عنوان نیروهای نیابتی همه اونها را بیرون کردند و الان در سال گذشته که کنسلگری ایران را آتش زدند و الان هم روز اول اکتبر یعنی سه روز دیگه اعلام کردم که مردم عراق در پشتیبانی از مردم آزاده ایران بر علیه نظام ایدئولوژی جمهوری اسلامی به خیابانها خواهند آمد شما ببینید در یک جایی نیست که این نظام اعلام کند که موفق شده است جمهوری اسلامی در تمام این سالها یک جنگ بی امان را در داخل با نیروی سرکوبگر خود کرد و یک جنگ نیابتی در خارج با مدرنیته و تجددخواهی و چرخه رشد جهانی داشت آنچه که از ایران از منابع گاز و نفت داشت در حرکت های ایزایی خود مخصوص خود شال بستن و اسلحه داشتن و کمین کردن و حملات تروریستی در سوریه و عراق و یمن و در جاهای دیگه خرج کرد و همه اونها هم همکنون ناراحتند در هیچ کجای اونها موفقیتی در دست نداشت مردم روز به روز فقیرتر شدند به طوری که بسیاری بجز یک اقلیت پنج درصدی بقیه افراد با سختی روزگار می گذرونند بعضی ها در تابستان ها شب خواب پشت بام ها هستند بعضی ها در اتوبوس ها می خوابند گور خواب ها داشتیم میلیون ها نفر به اصطلاح کودک کار داریم 18 میلیون نفر هاشینشین بدون آب و برق و فاضلاب و غیره داریم این حاصل ناکارآمدی یک رژیم ناکارآمد و متعصب که تمام امکانات مملکت را صرف تربیت افرادی کرد که سواد ندارند ولی اسلحه دارند با آنها اسلحه داد و همچنین امکانات مالی بخشید رانت ها بیزنس ها و تمام اوضاع اقتصادی کشور رو بانها آنها سپرد که به روزگاری برسند که همین نظام وامونده در داخل و خارج را ادامه دهند و حاصل آن همین است که تمام مردم ایران کف خیابان ها هستند تمام مردم ایران توی خیابان ها هستند از دانشجو گرفته تا معلم و استاد دانشگاه و کارگر و کشاورز و غیرو و غیرو شما کارگران هفت تپه یادتون هست کارگران شرکت نفت که همه الان هم مشغول اعتصاب هستند بازنشستگان که صندوق بازنشستگی بر باد رفت و به اختلاسگران داده شد بوس بازی خالی کردن جیب مردم و تمام اینها نشانه آن است که افراد ناکارآمد و نالایق را سر کار آوردند و این از جمله استراتژی های مهم جمهوری جهل و جنایت بود برای که می گفتن برای ما ایدئولوژی مهم است تعهد مقدم بر توانایی است نه تعهد به جایی رسید توانایی ها هم از بین بردند و مردم روی خاکستر نشستند از فقر و فحشا هر قسمتی که باز کنید میلیون ها صفحه کتاب می شود نوشت از اعتیاد از جوانان م... اعتیاد دارای اعتیاد ما در کشورهای خارجی ببینید در دبی ببینید و آنچه هم که از ملک و مملکت باقی بود حتی از کف دریاها را جارو کردند و به کشتی های چینی سپردند تا مردم سیستان و بلوچستان حتی از دسترسی به ماهی هم که تغذیه اونها را تشکیل میداد ناامید شوند و در قسمت شمال هم که میدانید اون دریاچه خزر را که ما قرار بود پنجا پنجا با روسیه داشته باشیم از ما گرفتند و الان سیزده درصد یا حتی کمتر از اون یازده درصد به زور به ما سهمیه دادند و تازه جمهوری اسلامی رو هم غلام خود ساختند و باعث شدند که حتی برنامه های برجام یا برنامه هسته ایران که تریلیون ها هزینه برای مردم شریف ایران داشته و تا کنون هیچ نتیجه‌ای برای ما نداشته آن هم ناکام بماند و تحریم های خانمان سوز مردم ایران را گرسنه و گرسنه تر کند شما فکر می کنید مردم ایران واقعا برای یک تارمو به خیابان ها ریختند مردم ایران جان به لبشان رسیده است از ناکارآمدی، از بی آبی از آلودگی هوا نمونش در خوزستان که از شیر آب آب, آب, آب گلالود می آید. در تهران نمی شود زندگی کرد در خیلی نقاط کشور با ورشکستگی آب روبرو هستیم در بسیاری از نقاط کشور با ورشکستگی مدیریتی روبرو هستیم این بود که یک دختر جوان بسیار بسیار برومند کردستانی که وارد تهران شد و فکر می این چون کردستانی است و نهایتا می توانند هر جنایتی که در مورد دیگران به کار برده بودند از جمله زهرا بن یعقوب ستار حسینی بود نمیدونم چه اسمش بود که همون پسر خانم عشقی و دیگرانی که در جاهای دیگه از بین بردن اون کار را انجام بدن و کردن و جمجمه اون را متلاشی کردن و کف جمجمه خون روزی کرده بود و باعث از بین رفتن, رفتن این دختر شد ولی دیدید که این قطر آبی بود قطر آب ستار بهشتی خیلی ممنونم که آقای فرزاد به کمک ما یادم رفته بود فامیلی ستار رو ستار بهشتی که اونم یک وبلاگ نگار بود و اون هم با مظلومیتی کم نظیر به وسیله همین نیروی انتظامی کشته شد بنابراین این جرقه آخری بود که دنبال همه ناکار آمدی ها و برای همه سوء مدیریت ها برای برباد رفتن ایران و ایرانی برای اینکه در هیچ جای دنیا شخصیتی برای جامعه ایرانی قائل نشدند و هر کجا و بسیار بسیار ایرانی ها زحمت کشیدند تا به دنیا بگویند جمهوری اسلامی با ایران متفاوت است ایرانی ها مردمی فریخته با سواد با سابقه تاریخی چند هزار ساله نه با جودها و کلیمی ها مخالفند نه بر همزننده نظم جهانی هستند نه کارهای تروریستی می کنند اینها مردمی هستند که در زمان کورش کبیر آزادی یهودیان را پای گذار کردند اینها کسانی هستند که آثار علمیشون در کتاب مهم پزشکی جهان و در تمدن جهان جایگاه عظیم دارد بسیار سخت است که با یک رژیمی که از تمام امکانات و بودجه مملکت صرف از بین رفتن این فرهنگ بکنند چون میدانید که حتی رفتن سر قبر کورش را اینا نمیتابند ناراحت میشوند چون تاب برابری ندارند و اون را سرکوب میکنند و این با همچین سیاستی ما در جهان روبرو بودیم و الان که این اتفاق افتاده است متوجه میشوند که مردم ایران خوب کار کردند سلبریتی ها یا افراد موفق در هنر در نقاشی در نویسندگی در تئاتر در سینما در آواز در موسیقی در هر چیزی که شما اسمش رو بگذارید در تمام جهان به خواستند و از مردم ایران حمایت می کنند مردم ایران نیاز به حمایت آنچنانی ندارند نیاز دارند که دنیا آنها را بشناسد که با سیاست های جمهوری اسلامی متفاوتند بدانند که ایرانی ها تروریست نیستند بدانند که ایرانی ها ضد کلیمی و ضد جود و ضد مسیحی نیستند آزادگانی هستند که دلشان نمیخواهد که دین و حکومت یکی باشد تنها چیزی که از جهان میخواهند که رهبرانشون را وادار کنند که به جمهوری اسلامی فشار بیاورند که از راه پیمایی مسالمت آمیز مردم استفاده نکند و آنها را به توپ و تانک و اسلحه نبندد و ایلا مردم ایران هم آگاهند هم توانا هستند و می توانند کشور خودشان را اداره کنند ولی اون چی که میخواهند کشورهای جهان انجام دهند این است که این حقیقت را بیابند که مردم ایران مظلوم واقع شدند در دامن دشخیمانی گرفتار آمدند که حتی تمام رادیو تلویزیون ها رو که بسته هیچ اینترنت جهانی که رو روی همه جهان هست رو در ایران قطع کرده است و تمام این فیسبوک و اینستاگرام و به اصطلاح سوشال مدیا رو در ایران بستند که کسافت کاری ها و جنایات آنها را نشان ندهند اگر نمی ترسیدند اگر میدانستند که قانونی دارن کار می کنن که نیازی به بستن اینترنت و غیره نبود پس اونچه که جمهوری اسلامی انجام می دهد این است که اگر جهان بداند که چه جنایاتی این دشخیمان جنایتکار در ایران انجام می دهند آنها را هم تحریم خواهند کرد و جامعه جهانی کلن جایی برای ملاقات یا با حضور جمهور اسلامی نخواهد داشت از آن می ترسند که حتی دوستان خودشان هم آن آنان را لعن و لعنت کنند کما که در این روسا حتی چین و روسیه هم از اونها حمایت نکرده است هر آزاده ای در هر جای دنیا از حق پوشش زنان حمایت می اما باید بگویم که بعضی از اصلاحچی ها یا اصلاح گروه اصلاح طلب به اصطلاح که من عرض میکنم اینا در حقیقت کسانی هستند که بقای این دولت رو باعث شدن و ادامه کار این دولت رو به ما تحمیل کردند چند دهه استمرار طلب هستند نه اصلاح طلب استمرار طلبان که در لباس اصلاحات آمدند و بدترین جنایات هم در زمان آنها اتفاق افتاد از جمله قصد های زنجیری یورش به کوی دانشگاه در 18 تیر و خیلی خیلی و همچنین ده 96 و بهمن 98 در زمان اصلاحات تمام این جنایات در زمان همون اصلاحات چیها رخ داد چون اونها هم در قالب دیگری مثل پلیس بد و پلیس خوب نگاه دارنده ی همین نظام با ایدئولوژی و سرکوبگر هستند تا زمانی که در دانشگاه ها اون شعار اصول اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا اتفاق افتاد و فهمیدند که اینا دستشون در خون هست و همه اونها همه اونها با هم فرقی نمی کنند همچنان که در راند خاری هم نگاه بکنید بسیاری راند هایی که در تهران وجود داره هم اصلاح طلب ها گرفتند و هم اصولگراها ها حتی در بعضی موارد اصلاح طلب ها بیشتر گرفتند. بنابراین اینها همه یکیست از این نظر مردم به جان آمدهند نه دیگه اصلاح طلب نه اصولگرا نه هیچ کس دیگری در هیچ پایگاهی را نمی پذیرند بنابراین از این است که میبینید که تمام حتی مذهبیون هم دیگه صداشون در آمده آقای دکتر سروش عبدالکریم سروش امروز پیامی دادن به مراجع تقلید که اسلام هیچ و خفیفتر و خجلتر از الان نبوده است در ایران چون هم دین را از بین بردند و هم کشور را برای که دین مسئله و ابزاری سیاسی در اختیار توسعه طلبی، راندخاری، اختلاسگری و جنایات دیگر این دولت مردان شد و الان زمانی است که مردم به کف خیابان ها بیام، بیان بیا که آمدند من فکر می کنم در هفته های آینده ماجرا به این شکل گذشته بر نخواهد گشت ما برنامه رو به جلو داریم حتی حتی اگر این تظاهرات کم یا زیاد شود مانند آتشی زیر خاکستر که باز هم شعله ور خواهد شد مگر آنکه تغییری در این نظام اتفاق بیفتد مگر اینکه ناکارآمدی تبدیل به کارآمدی و شناسایی آزادی زنان و آزادی مردان آزادی مطبوعات و غیر و اتفاق بیفتد اگر اینها انجام نشود که خود اونها باعث از بین رفتن همین نظام متعصب خواهد شد دیگه اینجور نیست که مردم برگردن به حالت عرب کما که این آتشی که میبینید امسال بسیار شعله بر شده مال امسال نیست آتشی نخفته از سالهای قبل است از سالهای 98 یعنی 1998 در حقیقت یا 88 ایرانی 96 دی 96 و آبان 98 اینها همه همون آتش زیر خاکستر اون زمان ها است تا هر روز عده زیادی وارد شدن و الان که میبینید که حتی سلبرتی ها نویسندگان کسانی که مثل آقای دولت آبادی پای مهمانی آقای روحانی می نشستند و و هایی که می رفتند و در برنامه های جمهوری اسلامی شرکت می نامه فرستادن و پشیمان شدن و میخوان در کنار مردم بزرگ ایران باشند این تحولات را دنبال خواهیم کرد و مطمئنم در روزهای بعد خبرهای آزادی بیشتری برای کشورمان و برای مردممان خواهد رسید ما به پایان برنامه میرسیم در اینجا با تشکر از جناب فرزاد که برنامه را ادایت کردند و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا و همچنین تشکر و سپاسگزاری از شما بینندگان گرامی این برنامه را پایان می دهیم.